سه‌شنبه قرار شد که مجددا به یاله چهارزبر حمله کنیم و اونا رو تسخیر کنیم. توی مسیر پیشروی وقتی نزدیک خود ارتفاع رسیده بودیم، مزدورایی که از بالا مستقر بودن و مشرف بودن به خودمون دشت، شروع کردن به با انواع سلاح به سمت ما شلیک میکردن. آرپیجی میزد، بیکسی میزد، سلاحهای سبک خب عام بود، ولی سلاح پشتیبان هم که اونا داشتن که از پشت داشت میزد. نزدیک های خود ارتفاع که رسیده بودیم، ما مجبور بودیم از توی شیارا بریم و به صورت آتش حرکت و خزیده، که توی یکی از همین شلیک هایی که اونا به سمت ما کردن، یه گوله آرپیجی نزدیک ما خورد، یه تیکه ترکشش خورد به سینه همین مجاهد شهید حسن سنایی و مجروح شد. اولش ما فکر نمی کردیم که مجروح، جراحتش جدی باشه. وقتی رفتیم بهش مراجعه کردیم، اون خودش میگفت که نه چیزی نیست، شما ادامه بدین، من مشکل ندارم. ولی وقتی چک کردیم که خب ترکش خیلی ترکش کاریه و ضربه جدی بزنه، اما از همون اولش که افتاد، اون دو سه نفری هم که دورش می‌رفتیم سراغش، اولین حرف یا آخرین حرفش این بود که شما توقف نکنین، برین ادامه بدین، من مشکلی ندارم. در صورتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید که شهید شد. مردم هیچی کم نذاشتن، مثلا از پشتیبانی بگی دنبال خود ماشینا، تا خلاص انگیزه‌ای که داشتن به هر قیمت شده این خط پیش بره، که خلاص بحث سرنگونی رژیم بود. که اونجا برای خودم خیلی عجیب بود، با اون وضعیت مردم هیچی کم نذاشتن برای ما. بعد که رفتیم پشت کارخونه قند و درگیری ها دیگه شروع شد، نیروهای رژیم هم که وارد شدن، در واقع خیلی جا دیگه جنگ شده بود تن به تن، یعنی ساختمون به ساختمون تا جنگ تن به تن شده بود. که اونجا سه تا از نفرات بچه های اسلام آباد که همسن سالای خودمون بودن اون موقع، همون 18-19 ساله بودن، از همون اولش اومدن پیوستن به اون یگانی که ما بودیم اونجا می جنگیدیم، از اول تا آخرش موندن. نمی ترسد
چو کوهم او چو پا، من سپیدم او سیاه، من در اوج قل او بامانده ای در قهر چا. در امانش ناورد از من در این آبرگاه، کار من از من در و هرمان گذشت، کار من از غصه افسردن. چه بند و کند.